سرخط خبرها که به جایی که بنشینیم تا ویروس سراغ ما بیاد بریم و ویروس رو علاقم کنیم. طرح بازدید خانه به خانه در ایران برای کشف کرونا. وزارت بهداشت بیش از 500 مورد جدید ابتلا و فوت 12 نفر دیگر را تایید کرد. گسترش ویروس کرونا به 66 کشور، شمار جان باختگان از 3000 نفر گذشت. باتجاه هذه المجموعات الارهابيه بعد ان اطبق الجيش السوري الدخول. آتشباری شدید نیروهای سوریه و ترکیه در ادلب. اردوغان برای توافق آتش بس به دیدار پوتین می رود. و این پیانوی 220 ساله برای مزایده در اسرائیل. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من رانا رحیم پور هستم. با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، وزیر بهداشت از اعزام 300 هزار تیم بیماریابی برای تشخیص خانه به خانه مبتلایان خبر داده. سعید نمکی گفته که طرح غربالگری کرونا با همکاری سازمان بسیج و مراکز درمانی صورت می‌گیرد. در همین حال تعطیلی همه مدارس ایران تا آخر هفته تمدید شده. اعزام مشمولان به خدمت سربازی هم به تعویق افتاده. وزارت بهداشت در تازه‌ترین آمار از شناسایی ابتلای بیش از 500 نفر دیگر به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته که در این مدت 12 نفر دیگر جان باختند. سازمان بهداشت جهانی امروز 7.5 تن تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی از جمله کیت آزمایش شناسایی کووید 19 را از راه دبی به ایران فرستاده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. روز جدید، آمار جدید. سایه کرونا هنوز بر سر ایران است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تهران با 575 مورد، قم با 201 مورد و گیلان با 163 مورد بیشترین تعداد مبتلایان در ایران را دارند. البته منابع غیر رسمی میگویند آمار واقعی احتمالاً بیشتر از این است. این 24 آزمایشگاهی که در سطح کشور راه اندازی کردیم، تستی که اونا انجام میدن یک تست غربالگری است. تست غربالگری اگر مثبت باشه همراه با علائم بیماری، اینها به عنوان بیمار مثبت تلقی میشن و درمان انجام میشه. ولی برای قطعی کردن جواب آزمایش، این آزمایش ها ارسال میشه به تهران و ما تست آزمایش قطعی رو اعلام میکنیم. بنابراین این آماری که ما الان خدمت شما ارائه کردیم موارد قطعی هست که ممکنه بعضی موقع در بعضی از استان‌ها آمارهای اعلام میشه که این آمارها رو باید مد نظر داشته باشیم. گرچه مقام‌های ایران متهمند که درباره آمار ابتلا به کرونا مخفی کاری کردند، سخنگوی دولت که امروز به صورت کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، نظر دیگری دارد. اتفاقاً ایران جزء شفاف‌ترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی‌ها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. نتیجه تست کرونا این پرستار 25 ساله گیلانی، نرجس خانعلی‌زاده، شاغل در بیمارستان میلاد لاهیجان که هفته پیش فوت کرده بود، مثبت اعلام شده. پیشتر مسئولان بیمارستان گفته بودند او به علت آنفولانزا درگذشته. در تازه ترین مورد فوت در بین مقام های حکومتی، محمد میر محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشته. مادر او هم چند روز پیش بر اثر ابتلا به همین ویروس فوت کرده بود. او خواهرزاده آیت الله موسوی شبیری زنجانی از مراجع تقلید قم است که رئیس دفترش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته و اعلام شده که خودش در قرنطینه است. بعد از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به ایران، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که جمهوری اسلامی به نیت آمریکایی‌ها شک دارد و خیلی روی این کمک‌ها حساب نمی‌کند. وزارت خارجه آمریکا به تازگی در بیانیه‌ای با امضای مایک پومپئو اعلام کرده بود که آماده کمک به مردم ایران برای مبارزه با ویروس کرونا است. اولین بار در جهان که به جایی که در مقابل وزیر بهداشت ایران از اعزام نیروهای بهداشتی و درمانی به در خانه‌ها خبر داده. این طرح با تشکیل 300 هزار اکیپ در مملکت از دو روز آینده شروع خواهد شد. امشب من ساعت 8:30
با تمام رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ویدیو کنفرانس دارم، طرح رو با هم تشریح میکنیم و از پس فردا حدود 300 هزار اکیپ رو تشکیل خواهیم داد با کمک عزیزانمون در سازمان بسیج. مقام‌های ایرانی میگویند اعزام مشمولان خدمت سربازی که قرار بود در روزهای آینده برای گذراندن دوره‌های آموزشی به پادگان‌ها بروند تا اردیبهشت ماه سال بعد به تعویق افتاده. مدارس هم تا آخر هفته تعطیل هستند، اما تصمیم درباره ادامه این تعطیلی به پنجشنبه موکول شده. سازمان بهداشت جهانی گفته 7.5 تن تجهیزات پزشکی با یک پرواز چارتر از انبار این سازمان در دبی به تهران منتقل خواهد شد. به گفته این سازمان حدود 1000 کیت آزمایش شناسایی کووید 19 در این محموله خواهد بود که برای آزمایش 100 هزار نفر کافی است. فرین آسمی، بی بی سی. پیشتر از آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی آموزش سلامتی پرسیدیم که آیا طرح دولت برای بیماریابی خانه به خانه مؤثر خواهد بود؟ 100 هزار نفر یا 300 هزار پایگاه میتونه یک تهدید فاجعه بار باشه و میتواند یک فرصت باشد که این فرصت باعث به آرامش و کنترل بیماری باشه. من اول میخوام بگم چطور میتونه فرصت باشه. این به این صورت فرصته که 300 هزار پایگاه ایجاد بشه در محلات و باعث بشه مردم به جای اینکه برن در بیمارستان‌های عمومی تخصصی یا فوق تخصصی سوال جواب کنن یا انجام تست بدن، برن در این پایگاه‌ها. باعث میشه که بار افرادی که در بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی میرن کم بشه، اون پرسنل بپردازن به افرادی که بیماری شدید دارن و در معرض مرگ قرار دادن، به اونا کمک کنن و باعث بشه که جامعه از افراد درون جامعه در همون محیط یا محلی که هستن در جامعه و توسط نیروهایی که گماشته میشن در این موضوع، از خود افراد پرستار، پزشک یا بهداشتکار. الان ما نیروی بهداشتکار کم داریم، نیروی بهداشتکاری که در همون محله زندگی میکنه به این کار گمارده بشه. 300 هزار پایگاه میشه برای دسترسی به آموزش، دسترسی به جواب سوالها و تست. حالا برای این 300 هزار نفر باید آموزش داده بشن. چه کار باید کرد؟ من دیدم خیلی وزیر محترم ارتباطات دوست داره کارهای نو رو انجام بده. بلافاصله باید وزارت بهداشت یک آموزش از لحاظ روانشناسی، جامعه شناسی، دو آموزش نسبت به تشخیص کرونا و سه سوال و جوابهایی که مردم میکنن باید به صورت پکیج بیارن در تلفن‌های هوشمند و یا از طریق کانال‌های تلویزیونی به اون 300 هزار نفر به این صورت به صورت متمرکز آموزش بدن از راه دور. چون اگر این کار نکنن، هر گروهی یا هر شهری برای خودش یک نوع آموزش میده، حتی اگر کوریکولوم آموزشیش هم یکسان باشه، مدرس متفاوت میشه، پس نحوه آموزش فرق میکنه. ما میدانیم زیر ساختار بهداشت درمانی ایران پایگاه‌های بهداشتی را دارد در زیر ساختش، منتها حالا باید این پایگاه‌ها را عملی کنند. مهم اینه که این پایگاه‌ها در فضای بسته هم نباید باشه. یک سایبان بزنن فضای باز که مردم بتونن ارتباط نزدیک بگیرن. منتها همونجوری که عرض میکردم، تهدید چیه؟ تهدید رفتن در خانه به خانه است. یک، علامت فرد نداره، اون فرد گم میشه در سیستم. دو، اینکه علامت‌ها اختصاصی نیستن، یعنی اینکه فرد میرن در خانهش ازش میپرسن علامت‌هایی داره که شبه کروناست، تست انجام میشه، انقدر تست در دسترس نیست که بخواد 1 میلیون 2 میلیون تست انجام میشه. و نکته سوم، 95% به بالا افراد در یک حالت کم شدت خوب میشن. پس بیاین به جای این کار آموزش عمومی رو بدین از طریق تلویزیون، افراد در خانه بمانند، به پایگاه مراجعه کنند. و مهمتر از اون اینه که ما داریم تمرکز را برمی‌داریم، میگیم افراد با هم کمتر در ارتباط باشن. این 300 هزار نفر اگه خانه به خانه برن باعث انتقال بیماری بشن. آرش علایی بود. با اعلام اولین موارد ابتلا به کرونا در پرتغال و دو مورد جدید در پایتخت هند، حالا 66 کشور به این ویروس آلوده شدند. با وجود نگرانی از شیوع ویروس در اسرائیل، امروز انتخابات برگزار شد، ولی در استرالیا مردم به سوپرمارکت‌ها هجوم بردند. تا به حال نزدیک به 3000 نفر در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس عامل بیماری تنفسی جان باختند. از حدود 90 هزار مبتلا به این ویروس هم حدود نیمی از آنها بهبود پیدا کردند و از بیمارستان مرخص شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. دنیا وارد مرحله جدیدی می‌شود با شرایطی جدید که یک قلم آن خودداری علنی وزیر کشور آلمان از دست دادن با رئیسش است. آلمان امروز از 150 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد.
دشمنی مشترک از دروازه‌های اروپا عبور کرده. ایتالیا همچنان کانون کرونا در اروپاست و اندکی آن سوتر پرتغال امروز اولین موارد ابتلا را اعلام کرد. در بریتانیا با 34 مورد جدید ابتلا جلسه ستاد ویژه مقابله با کرونا امروز تشکیل می شود. این ستاد دیروز در بیانیه‌اش گفت بدبینانه ترین سناریوی منطقی که پیش بینی می کند 80% ضریب ابتلا و 500,000 فوتی است. سناریویی که لرزه بر اندام کشورهایی می اندازد که تازه کرونا را دریافتند. در استرالیا که تنها 37 مورد ابتلا را گزارش کرده، این وحشت باعث هجوم مردم به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها شد. حتی سایه نگرانی از کرونا به تنهایی تاکنون 5000 میلیارد دلار از ارزش سهام بازارهای بورس جهانی کاسته است. کارشناسان مالی پیشنهاد دادند بانک‌های دولتی و خصوصی به مشتریان خود تخفیف در نرخ‌های بهره بدهند. آمریکا هم با 66 مورد رسمی ابتلا در تکاپو است. با اینکه بریتانیا تاکنون 10,000 نفر مشکوک به کرونا را آزمایش کرده، آمریکا فقط از 3,500 نفر آزمایش گرفته. فعلا آمریکا تنها 75,000 کیت تست کرونا دارد که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز تعدادی از آنها آلوده بودند. و این به گفته متخصصانی که به این روزنامه مصاحبه دادند، شاید نشان دهد که کرونا بیش از حد تصور در آمریکا شیوع یافته. با همه این احوال، کانون کرونا در جهان همچنان چین است که امروز با بازگشت 300 میلیون نفر به سر کارها و مشاغلشان بعد از یک مرخصی تمدید شده طولانی مدت، نفسها را در سینه حبس کرده. تا کنون حدود 3,000 نفر در جهان بر اثر کرونا فوت کردند که 90% آنها در چین بودند. همه اینها مانع از آن نشد که به رغم برخی نگرانی ها امروز انتخابات در اسرائیل برگزار شود، ولی با تدابیر شدید بهداشتی و حوزه های جداگانه رأی‌گیری برای افراد در قرنطینه. نگاه‌های نگران هم امروز به سوی هند است که با جمعیت نزدیک به 1.5 میلیاردیش 2 مورد جدید ابتلا به کرونا را در شهر شلوغ دهلی اعلام کرد، جایی که قرنطینه مردم و محدود کردن رفت و آمدهای آنها تقریبا غیر ممکن است. سیاوش اردلان، بی بی سی. و اما امروز با اعلام 4 مورد ابتلای دیگر در بریتانیا، مجموع مبتلایان در این کشور به 40 نفر رسید. یک نشست اضطراری نخست وزیر و کابینه برگزار کردن. علی حمیدانی خبرنگار ما از مرکز لندن به ما پیوسته. علی، بوریس جانسون نخست وزیر چه گفت بعد از این دیدار؟ اگه بخوام بهتون سرخط بگم، در یک جمله گفت دستاتون رو بشورید. توصیه او بود به بریتانیایی ها بعد از جلسه نسبتاً طولانی اینجا در دفتر کابینه دولت در بریتانیا. او گفتش که دو طرح رو به موازات دارن پیش میبرن. طرح نخست طرح جلوگیری از پیشگیری هست. یادتون باشه که همونطور که خودت هم گفتی 40 مورد ابتلا داریم در بریتانیا، همه گیر نشده بیماری آنطور که رقم های رسمی میگن، اما به هر حال بریتانیا طرحی رو برای پیشگیری از همه گیری پیش خواهد بود. طرح دوم طرحی است که اگر که این اتفاق بیفته و همه‌گیری گسترده‌ای در بریتانیا پیش بیاد، دولت چه کار خواهد کرد. احتمالاً جمعیتی که دارن پشت سر من جمع رد میشن، توریست‌هایی که همه روزه اینجا به لندن میان، ممکن است از شمارشون بسیار کم بشه. دیروز می‌دونیم که سندی منتشر شد، در واقع درس کرد از نامه‌های رسمی دولت که گفته شد در بدترین شرایط ممکن ممکنه که 80% جمعیت بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا بشن و دولت داره تلاش میکنه حتی خودش رو برای اون بدترین شرایط هم حاضر بکنه. متشکرم علی حمیدانی خبرنگار ما. بعد از این بخش خبری ما یک ویژه برنامه داریم که پاسخ خواهیم داد به سوالات شما درباره ویروس کرونا. حتما با ما بمونید و اگر سوالی دارید حتما با ما تماس بگیرید و برنامه رو بعد از این بخش خبری از دست ندید. همسر یکی از کشته شدگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین میگوید ماموران اطلاعاتی ایران خانواده جانباختگان را تهدید به تجاوز جنسی کردند. آقای جواد سلیمانی در صفحه اینستاگرامش نوشته که بستگان جانباختگان به خاطر دادخواهی تهدید میشوند. هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران راهی کیف بود، حدود 2 ماه پیش با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شد. بعد از 3 روز انکار، مقام‌های مسئول در ایران به علت واقعی سرنگونی این هواپیما اذعان کردند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید از آزادی زندانیان طالبان به شدت نگران است و صلحی که در آن صدای قربانیان حذف شود فقط یک آتش بس کوتاه خواهد بود. به گفته شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حکومت نمیتواند کسانی را که جنایت جنگی کرده اند آزاد کند. او میگوید در تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان مسائل حقوق بشری و حقوق زنان در نظر گرفته نشده. خبرنگار ما نسرین نوا از او نظرش را درباره این تفاهمنامه پرسیده. ما خودش متاسفانه زبانش بسیار مشکل داره، تناقضا درش هست. واضح نیست که مواد توافقنامه را از تطبیقش چطور نظارت خواهد شد، مشخصا موارد که طالبا و دست بردن چی قم و چی کس از اون نظارت میکنه. هیچ اشاره‌ای به دولت افغانستان نشده در توافقنامه. پیشرت هم به شیوی هست که هر دو طرف میتونن به یک صورت دور بزنن. موارد هم وجود داره که بسیار سوال آفرین است، مثلا تعهدات طالبا در مورد مسئله دادن پاسپورت یا به اصطلاح تابعیت به افراد و افرادی که میتونن خطر باشن بر امریکا. یعنی شما معتقد هستین در این توافقنامه‌ای که میان امریکا و طالبان به امضا رسیده مسائل حقوق بشری در نظر گرفته نشده و مشخصا آزادی زندانیان طالبان خودش یک نقض حقوق بشر است؟ مواردی که در توافقنامه‌ای که بین طالبا و آمریکا امضا شده اشاره‌ای به مسائل حقوق بشری نشده، هیچ تعهد حقوق بشری طرفین ندارن یا هیچ تعهد به حفظ دستاوردهای حقوق بشری افغانستان ندارن. مشخصا در مورد آزادی زندانی ما پرسش بسیار داریم که ممکن است که پرسشی را که ما داریم در مورد است که چقدر این پروسه قانونی است، چقدر صدای قربانی‌ها در این پروسه در نظر گرفته شده، آیا موارد حق العبدی در نظر گرفته شده یا نه، این موارد چه قم میشه از لحاظ قانونی، پاسخ دولت، پاسخ آمریکا یا پاسخ طالبا به این موارد چیست؟ چه مواردی برای کمیسیون حقوق بشر در مذاکرات بین الافغانی مهم هست که باید گنجانیده شود؟ در روند بسیار زیاد برای ما مهم است که حیاتی که شکل میگیره همه شمول باشه، زنها حضور داشته باشن، جوانها حضور داشته باشن در جریان مذاکرات و خود پروسه مذاکرات به صورت دیزاین شوه یا تنظیم شوه که صدای قربانی ها شنیده شوه و کمیسیون میخواهد که از این روند نظارت کنه و نتیجه قابل قبول است که به گسترش امکان دستیابی شهروندها و حقوق بشریشون بیانجامه. نتیجه که حقوق بشری شهروندها را محدود میکنه به صلح پایدار نمیانجامه. ممکن است به کاهش خشونت بیانجامه ولی ما نمیتونیم نام از زور صلح بگذاریم. چقدر مطمئن هستین که مواردی را که در توافقنامه میان طالبان و آمریکا در نظر گرفته نشد در مذاکرات بین حکومت افغانستان و نماینده طالبان جدی گرفته بشه و در موردش بحث بشه؟ من فکر میکنم اگر ما بحث را که بین افغان‌ها اتفاق میفته و نتیجه که از اون میبرایه، اگر اون نتیجه باشه که در او به موازین حقوق بشر توجه نمیشه، او فقط یک آتش بس موقتی است، او پایان مناظره نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز پنجشنبه قرار است به مسکو برود تا ولادیمیر پوتین را متقاعد کند که در ادلب آتش بس برقرار شود. بعد از حمله هوایی هفته پیش ارتش سوریه که 34 سرباز ترکیه کشته شدند، از دو روز پیش ترکیه عملیات نظامی وسیعی را در ادلب علیه نیروهای دولت سوریه و حامیانش آغاز کرده. کسرا ناجی از تازه ترین تحولات گزارش میدهد. تصاویر تلویزیون دولتی سوریه از نیروهای این کشور در حاشیه شهر سراغب، نیروهایی که میگویند آن را از مخالفان پس گرفتند. ادعایی که مخالفان که ترکیه از آنها حمایت میکند رد کردند. جنگ در ادلب در روزهای اخیر اینجا شدت گرفته و نگرانی ها را از یک جنگ تمام عیار افزایش داده، جنگی که چند کشور را درگیر کرده. این تصاویر بمباران های مواضع نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حامی سوریه از سوی پهپادهای ترکیه که در آن ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 19 نفر از نیروهای سوری و تحت حمایت سوریه کشته شدند. سوریه هم گفته که این پهپاد ترکیه را سرنگون کرده در مقابل دو جت جنگنده سوریه که ترکیه آن را هدف قرار داده. این پهپاد در منطقه تحت کنترل نیروهای حامی ترکیه پایین آمد. نیروهایی که اول فکر کردند که یک هواپیمای سوری است و از سرنگونی آن خوشحال شدند. وسعت دامنی این جنگ اینجا پیداست، در قم، در ایران. این به خاک سپاری 21 نفر از داوطلبان افغان و پاکستانی سپاه قدس دیروز.
کسانی که در روزهای گذشته در ادلب کشته شدند. داوطلبانی در قالب واحدهای سپاه قدس به نام فاطمیون و زینبیون که به سوریه اعزام شده بودند. ایران به ترکیه هشدار داده است که نیروهایش در تیررس نیروهای ایران هستند. روسیه هم به ترکیه هشدار داده که آسمان ادلب برای هواپیماهای ترکیه امن نخواهد بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید آتش بس در ادلب باید دوباره برقرار شود. پنجشنبه گونه ده همانطور که میدانید روز پنجشنبه به مسکو میروم تا با آقای پوتین اوضاع را بررسی کنیم. امیدوارم بتوانیم آتش بس را برقرار کنیم و قدم هایی برداریم که به این اوضاع سریعا خاتمه دهد. آتش کشی در ترکیه در مرز با سوریه فعلا آمبولانس ها و اتومبیل های نظامی رفت و آمد دارند. در مقابل نگرانی های رو به افزایش جهانی. کسرانجی بی بی سی. علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، فکر میکنید که چقدر ترکیه واقعا به دنبال آتش بسه؟ به دنبال آتش بس هست، به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هست، چون به هر حال میدونه که من از نظر نظامی کار بسیار عجیبی نمیتونه انجام بده، چون روسیه صراحتا اعلام کرده که با برنامه های اسد موافق برای باز پس گرفتن استان ادلیب و زبدن نه تنها با روسیه اختلاف داره و با اسد می جنگه، بلکه با اتحادیه اروپا مشکل داره، با ناتو مشکل داره، آمریکا هم اونچنان پشت سرش نیست. بنابراین اونچنان که میخواد آقای اردوان در حقیقت میخواد که در امتداد مرز ترکیه و سوریه یک به اصطلاح نوار امنیتی ایجاد بشه، بعد خواهان این هست که منطقه پرواز ممنوع درست بشه که اینو روسیه پیشاپیش گفته چنین چیزی نخواهد بود. فضای هوایی سوریه رو ما، یعنی ما روسها کنترل میکنیم. اینکه بتونن یک کمپی درست کنن برای این 1,000,000 نفر آواری که در امتداد مرز ترکیه هستن بحثی جداگانه. ظاهرا اروپا هم بیمیل نیست که کمک بکنه به ترکیه که این آوارگان در یک جایی اسکان بگیرن تا اینکه فشار این آوارگان بر اروپا کمتر بشه. این هم درباره منطقه حال اولین بار نیستش که ترکیه صحبت میکنه، اما به نظر میاد یک مقاومتی علیه این خواستش انجام میشه. علتش چیه به نظر شما؟ یکی از علتش اینه که اگر شما اونجا منطقه حائل و پرواز ممنوع درست کنید، باید یک ضمانتی هم باشه که اگر کسی نقض کرد به اصطلاح این مشخصات پرواز ممنوع، با سامانه های ضد هوایی اینا بهش حمله بکنید، و این رو هیچ کشوری حاضر نیست در اونجا، نه اروپا نه ناتو دست به چنین کاری بذاره. بعد منطقه حائل غیر به اصطلاح پرواز ممنوع پرواز، اون هم معلوم نیست چندان به اصطلاح عمل بکنه، چون به هر حال سوریه اعلام کرده که من تصمیم دارم تمام ادلب رو بگیرم، بنابراین هر لحظه احتمال خطر هوایی نیروهای سوریه وجود داره. متشکرم. علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل کارزار انتخابات پارلمان را شرم‌آور خوانده. آقای ریولین هنگام انداختن رأیش به صندوق گفت این کمپین بسیار زشت و زننده بوده. او گفت مردم اسرائیل لایق دولتی هستند که برای آنها کار کند، نه دولتی آشفته و بی‌ثبات. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به دنبال پایان دادن به بنبست سیاسی است که تاکنون مانع از تشکیل اکثریت در پارلمان شده. این سومین انتخابات پارلمان اسرائیل در یک سال اخیر است. پیت بوتیجج، یکی از داوطلبان نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از رقابت‌ها کنار کشید. آقای بوتیجج با 38 سال سن جوان‌ترین نامزد بود. او که به میانه روی شهرت داشت، دو روز مانده به رقابت‌های سه‌شنبه بزرگ کنار رفت. شمار جانباختگان خشونت‌های فرقه‌ای هفته پیش در دهلی، پایتخت هند، به 46 نفر رسید. بسیاری از مسلمانان محلی از ترس درگیری‌های بیشتر به اردوگاه‌هایی در شمال شرقی شهر پناه بردند. درگیری‌ها در پی اعتراض گسترده به قانون جدید اعطای شهروندی هند صورت گرفت، قانونی که معترضان می‌گویند ضد مسلمانان است. قرار است دادگاه عالی هند چند سیاستمدار عضو حزب ملی‌گرای هندو BJP را به اتهام نفرت پراکنی و تحریک خشونت محاکمه کند.
پیانوی که لقب جاودانه گرفته قرار است در اسرائیل به مزایده گذاشته شود. پیانوی سینا بیش از 220 سال قدمت دارد و انتظار می‌رود بیش از 1 میلیون دلار فروخته شود. سرگذشت این پیانو را در گزارش گایل مکللان بشنوید. پیانوی سینا درست مثل طراحی فوق‌العاده‌اش سرگذشت هیجان‌انگیزی دارد. خانه مزایده وینرز در اورشلیم میگوید سال 1799 ساخته شده به دست سباستیانو مارکیزیو، استادی از تورین در ایتالیا. مارکیزیو قبل از پایان کار درگذشت، اما شاگردانش ساخت پیانو را به پایان بردند. پیانویی که لقب جاودانه گرفت و به عنوان هدیه عروسی به نوه او رسید. این پیانو در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1867 ظاهر شد و بعد به شاهزاده و پادشاه آینده ایتالیا اومبرتوی اول هدیه‌اش کردند. بعد به دست نازی‌ها افتاد. پس از نبرد العالمین در سال 1942 در مصر ظاهر شد. به کمک مینگروپا از صندوقی در میدان جنگ کشفش کردند. وقتی نیروهای بریتانیایی بازش کردند شگفت زده شدند که داخلش یک پیانو بود مدفون در شن صحرا. از آنجا پیانو به دست یک تاجر اسرائیلی رسید که آن را تعمیر کرد و به نیویورک برد. آنجا در استاینوی هال به نمایش درآمد. اون رو مثل شگفتی هشتم جهان در معروفترین مغازه پیانو در نیویورک به نمایش گذاشتند و تبدیل شد به زیارتگاهی برای پیانیست ها و دوستدارانش. حالا صاحبش میگوید وقت آن رسیده که این پیانو فصل جدید زندگیش را آغاز کند. روز سه‌شنبه به مزایده گذاشته می شود. It goes under the hammer on Tuesday. Gail McClellan, BBC News. این بودیم بخش خبری. با ما بمونید تا چند دقیقه دیگه در ویژه برنامه کرونا به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.